این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون. نظر بده کشی های صیدلی در خلیج فارس که از ترس به هم خوردن اوضاع منطقه به سوت زدن در تاریکی و برگزاری مراسم نظامی رو آورده. صیدلی که این دفعه تو کوچه علی چپ رانندگی میکرد گفت از آغاز تشکیل نظام جمهوری اسلامی هیچ کشوری را، هیچ قدرتی را به رویارویی و جنگ تشویق نکردیم و نخواهیم کرد. ما صلح طلبیم. این هم مکانیزم صلح طلبی به سبک صیدلی. پرتاب موشک‌های صلح آور به گوشه و کنار خاور. اگه به این موشک پرونی‌ها بمب‌های صادراتی به عراق و افغانستان رو هم اضافه کنیم، اون وقت احتمالا خامنه‌ای مدعی جایزه صلح نوبل بعدی هم خواهد شد. یکی دیگه از پاسخهای کوبنده خامنه‌ای طرح جدید مجلس برای مقابله با تحریم مقامات نظام بود که همه رو کیش و مات کرد. طرح تحریم و تعقیب برخی مقامات آمریکایی رو به رأی می‌ذاریم. تصویب شد با رأی بالا. با این حساب آمریکایی‌ها این گونه اقدامات را در آرایش مدیریت جهانی کذای خود مباح می‌دانند. لذا به عواقب آن خوب اندیشه کنند. لازم است نیروهای امنیتی کشور با همت قوی‌تری پاسخ این شرارت‌ها را بدهند. واقعاً چقدر تهدید خطرناکی بوده است. الان دیگه دشمنان نظام خواب و خوراک ندارند. البته این تحریم شامل حال همه مقامات آمریکایی نمیشه و بعضی ها مثل لورنس باتلر به جای حکم تحریم کارت تشویق از نظام دریافت کردن. باتلر همون دیپلماتیه که چندی پیش حرف بزرگتر از دهنش زد و اومد از دیوار بلندتر از قدش بالا بره که البته روی سر خودش خراب شد. خامنه ای در حالی دنبال جستای تو خالی رفته که در درون نظام موج ریزش همچنان وجود داره. فکر میکنم انشالله جامعه ما آمادگی برخورد با هر فتنه‌ای رو داره. ولی یه چیزی رو قول نمیدم. ریزش ها رو ما نمیتونیم قول بدیم که وجود نداشته باشه. بالاخره این موج ریزش وجود داره یا نه؟ چرا سربسته میگی؟ ماسمالیزیشن داریم میکنیم به مسائل رو. این پناهی چون تو برنامه تلویزیونی بود ماسمالیزیشن کرد. اما اگه میخوای بدونی واقعا تو دل عظما چی میگذره باید بری تو جلسه قاسمی. منم فکر میکردم که باید از یه سال دیگه آماده باشیم. زود الان. ولی زودتر از موعد به همون زدن. ما چقدر آمادگی داریم؟ نمیدونم. به نظر میرسه باز کفافه. این مدل هجمه رو نمیکنه. ماها رو با همین اسمس ها و بلوتوس ها له ما میکنن و کردن رو تو همین ایام اینا دیدم که چقدر خط ما شکست پذیر و بحرین داریم لیبی داریم. وقت بوسنی میرفتیم مال این بودش که حال و هوای جنگ و اون قصه تو کلم بود که